ببینیم الان نحوه ایجاد کردن تیبه، ببینیم من میخوام یک دیتابیس خیلی کوچیک فروشگاهی رو، دیتابیس خیلی کوچیک فروشگاهی رو توی این مثلا ایجاد کنم. میام یه تیبه مثلا میزنم، تیبه کاستومر رو میزنم، کاستومر آیدی مثلا فیلد اصلیش از نوع اینت باشه، کاستومر نیم. خب ببینیم، ما یه سری بحثا داشتیم توی دیتابیس، یه اشاره به اینا بکنم در مورد تایپ ها. ببینید شما وقتی می نویسید مثلا، حتما اگر کارکشن ما راتیم باشه، این بحثی که من دارم میگم در اینی که کارکشن شما چی باشه، راتیم باشه، اگه پرشین باشه اصلا این بحث نیست. ما مثلا ببینید، ما می نویسیم کاراکتر 5. شما وقتی می نویسید کاراکتر 5، اگر کارکشن شما راتیم باشه، این میاد 5 تا خونه به این شکل تقسیم میکنه، 1 2 مثلا 3 4. شما مثلا میخواید حرف اری رو توش ذخیره کنید، درسته؟ حرف اول میشه آ، ال و آی. ببینید سیستم عامل 5 بایت حافظه رو چیکار کرده؟ اشتباه کرده. چقدرش مفید بوده؟ 3 بایت. چقدرش هدر رفته؟ 2 بایت. خب بگید بابا 2 بایت چیه؟ مشکلی نیست که. را فکر کنیم مثلا بیاید بگید کاراکتر 50، درسته؟ پس توی کمی عری رو ذخیره کنید، حدود 47 بایت فضا هدر میره. خب بگید چی میشه؟ آره 47 بایت در یک فیلد مشکلی وجود نمیاره. شما فکر کنید مثلا از این فیلدها توی یه رکورد 5 تا باشه، من مثلا 5 تا 40 مثلا بگید، نگیم من 47 بایت، 5 تا 40 بایت هدر بره، بعد 5 تا 40 بایت رو ضرب کنید توی 1,000,000 رکورد. مثلا شما کنید آدم مثلا فکر میکنه خیلی عدد زیاد، مثلا میگه آقا مثلا 40 بایت هدر بره، از این فیدا هم ما مثلا تو یه رکوردمون زیاد نه مثلا 5 تا داشته باشیم، چه 200 بایت ضرب کن تو 1,000,000 بکنید، درسته؟ 200 میگینا مثلا حد علکی هدر رفته، فقط توی مثلا فقط هنوز توی فیلد، مثلا توی رکوردمون، توی رکورد یه تیبه. خب بگو مثلا ما 10-20 تا اینطوری جدول داشته باشیم، یه پروژه بزرگ 50-60 تا جدول داره، شما بگو مثلا من علکی داریم فقط همین رکورد ها اضافه رو تو دیتابیس کار میکنیم، ذخیره میکنیم. گفتیم کاراکتر بحثش این هستش، این کاراکتر شما نمیتونید تو کاراکتر فارس ذخیره کنید، توی این کاراکتر بحث یونیکود رو داریم. شما میتونید دیگه فارس مثلا وقتی مینویسم این کاراکتر 5، دوباره همین اتفاق میفته، یه فضای 5 گونه ای رو میگیره. خب بعد مثلا می نویسم به فضل علی، این ام سر وای، درسته؟ دوباره این دفعه فقط یادتون باشه چقدر فضا گرفته، 5 خونه ضرب در 2، چون هر خونه یونیکود چنده؟ 2 بایته. 10 بایت فضا رو چیکار کردی؟ نه اشکال کرده. چقدرش مفید بوده؟ 6-3 ضرب در 2 اشتی بوده، مفید بوده. چند بایتش هدر رفته؟ 4 بایتش. خب اگه مثلا خیلی زیاد باشه، ما 50 کارکتر میگرفتیم و توش یک کمی علی رو ذخیره میکردیم، ببینید چقدر مثلا 100 بایت میشد، ما 3 تا 6 تاش استفاده میشد، 94 بایتش چی میشد؟ هدر میره. فقط دقت کنید دیگه، راز اگر ما قرار انگلیسی ذخیره کنیم یا نوشتار یک عددی رو ذخیره کنیم، بهتره چی بگیرید؟ کاراکتر بگیرید. این کاراکتر نگید کلاس نیست که یونیکود باشه، اگه لازم شد واقعا فارسی بنویسیم این کاراکتر میگیریم. ما خیلی از رکوردایی که فیلدایی که ذخیره میکنیم مثلا لازم نیست حتما این کاراکتر باشه. بعد این بحث هدر رفته حافظه اومدن، دو تا متغیر دیگه به وجود آوردن به نام چی؟ ور کاراکتر. ور یعنی واریانس دیگه، یعنی بتونه چیه؟ تغییر کنه. وقتی ما میبینیم ور کاراکتر مثلا 50، واقعا نمیاد 50 تا کاراکتر رو بگیره، از این خبرها نیست. مثلا من ور کاراکتر 50 میگیرم، میخوام اری رو توش ذخیره کنم، این اتفاق میفته، یادتون باشه میاد دیگه، از این خبرها نیست که بیاد مثلا 50 خونه رو بگیره و اینا، نه.
این اتفاق میفته، میاد علی رو ذخیره میکنه، میگه چند تا کارکتر داره؟ سه کارکتر. اولین فیلد رو مینویسه شارپ، تعداد کارکتر رو کجا مینویسه؟ شارپ سه، چون دیگه جدا کننده وجود نداره، اینطوری تو حافظه ذخیره میشه. بکنم اینطوری دو حافظه. آخرش من آخرش از کجا تشخیص میده؟ از این شارپ سه. میدونه که این فیلد اولش از بعد این شروع میشه تا سه کارکتر معروف به فیلد چیه؟ اینی که ما داریم استفاده میکنیم. اینجا فقط یادتون باشه این دو کارکتری، این دو بایته، این خونه اول چنده؟ دو بایت هستش. اگه دو بایت باشه به نظرتون چند تا کارکتر میتونه توش ذخیره بشه؟ میگیم کارکتر دو ضرب در هشت دیگه میشه 16. میگیم دو زنده بکنم شرفه ای دو با تمام کجا رفته بچه ها؟ دو به توان چیزو کجا میره؟ کو؟ ها دیدم، مثلا میگیم دو به توان 16 میشه چقدر؟ یعنی میتونه تا 65000 و 65536 تا اینا چیه؟ توش کارکتر جا بشه، یعنی توی میتونه این همه باشه، یعنی تا 65 کی میتونه تو داشته باشه. اما این خوبش اینه الان چند چقدر خط هدر رفت؟ ببینید میشه 3 به اضافه 2 5 بایت. ببینید 50 بایت کجا؟ 5 بایت کجا؟ این ور کاراکتر هم دقیقا عین این هستش، اما میشه چیکار کرد توش؟ فقط فارسی نوشت. من وقتی میرسم این ور کاراکتر 50 بخوام توش علی رو ذخیره کنم چه اتفاقی میفته؟ دوباره اینجا سه کاراکتر میگیره، دقیقا همین مثال بالایی میشه دیگه، درسته؟ این مثال بالایی ما میشه، اینجا چی ذخیره میشه؟ مثلا این مثلا اینجا ال اینجا وای. اما اگه حافظی حساب کنیم گفتیم دیگه میشه سه زم در دو میشه 6 بایت، چون یونیکوده، به اضافه اون دوتایی که قبل داشتیم میشه چقدر؟ دوتای سایز 8 بایت. یعنی بازم شما فکر کنید میشه 100 بایت. 100 بایت کجا؟ 8 بایت کجا؟ به این تخصیص ها خیلی دقت کنید. آره یه نکته بهتون بگم، تازگی ها متاسفانه یعنی من باز تاکید میکنم خیلی دقت کنید، یه مودی شده وسط برنامه نویسه، همه فریز کد می نویسن. فکر میکنم مثلا فریز کد باید بنویسی خود پروژه، یعنی شما میای پروژه رو کلاس ها رو تو پروژه مینویسی، بعد اینو میگیم مثلا میدی مثلا لینک یا انتیتی فریم ورک یا ای اف کد، اینو چیکار میکنه؟ مایگریتش میکنه رو دیتابیس. باشه شما اینو فریز کد بنویسید، اگر شما مثلا مینویسید نیم مثلا یه آی مثلا یه پراپرتی تعریف میکنید نیم از نو استرینگ، درسته؟ اگر شما بهش دقیقاً نوع فیلد رو ندید میاره نوع فیلد رو تو دیتابیس مینویسه انور مکس. چی مینویسه؟ انور مکس. این بعد میتونه خیلی مشکلات سایزی دیتابیس براتون پیش بیاره. یه منظور من اینه که شما وقتی میاید فرس کدم مینویسید و میگید آقا من فرس کد مینویسم استرینگ مینویسم، نه ما یه سری پروپرتی تایپ هایی داریم دقیقاً میتونیم به صورت انوتیشن خواهیم خوند توی لینک. این سایز کاراکتر رو بهش دقیقاً بدیم. یعنی شما باید مشخص کنید با من وقتی میگم که این پروپرتی من توی کلاس از نوع استرینگه، باید انوتیشنش رو براش بنویسید، بگید این انوتیشنش چه شکلی هستش. واقعیت هم بگم پروژه های واقعا تجاری و پروژه های خیلی بزرگ اصلا بحث دیتابیس و طراحی دیتابیس ماس واقعه پروژه است. یعنی یه تیمی هستش داشتن دیتابیس رو طراحی میکنه، رایه های دیتابیس رو طراحی میکنه، خود پروژه رو طراحی میکنه و اصلا بحث بعد میاد همین دیتابیس دوباره مایگریت میشه تو داخل، میاد ایمپورت میشه تو داخل کد و ازش استفاده میشه. یعنی من تجربه های دارم، مثلا خیلی ها میان یه پروژه رو مینویسن، مثلا فرس کد مینویسن، لینک رو میذارم روش، بعد میاد پروژه، همون در بحث پروژه من یکی از دوستای صمیمیم در پروژه رجای
راه داشت کار میکرد، یه پروژه رو نوشته بودن با رینک و خیلی از لحاظ اصول ویسیون خیلی هم بیس بود. پروژه رفت زیر با فروش به آقا، دیدن رینک جواب نداد. چرا جواب نداد؟ چون این بحث های طراحی دیتابیس مواظب با اینه رینک تا بیاد پیدا کنه که مثلا آقا بره کدوم پروسس رو پیدا، کدوم مثلا کوئری رو پیدا کنه بیاد اجرا کنه و اینا، یه مقدار واقعا در مدیریت پروژه های سنگین به مشکل برمیخوره. بعد همه میام میگن آها بس این جواب میمیده برمیگردم ریدیو. نه اینطوری نیست، دوتاش باید با هم کار بکنن. مایکروسافت بگن داکیومنتاشو خوب بخونن، مایکروسافت مثلا اومده میگه و اینجا از لینک استفاده کن، اینجایی که میخوای مثلا زیر فشار باشه تو لینکو بس کن بس تو پروسیجر های دیتابیس. خودش تو داکیومنتاش نوشته، طرف نمیگه از اینو نخونده، بعد میگه نه دیگه لینکو میذارم کنار ایدیو کار میکنم. یا یه سری هم میگن اصلا لینک به درد نمیخوره ما باید ایدیو. نه همش با اینا مستندات داکیومنت شما مثلا به مستند من کلاس خواهیم کار خواهیم کرد، مثلا ای اف کو رو بخونی، بیا کو گفته آقا اینجاها رو با لینک بنویس، اینجاها رو به این شکل لینکو بیا بس کن به استوپ پروسیجر. یا مثلا من یه دوستی داشتم گفتم بس بیا سوال بپرسم، بس به ویو به چه دردی میخوره اگه مثلا قرار فقط ما با لینک و استوپ پروسیجر کار کنیم. خب چون میدونید برنامه نویسا با دی بی اس دی بی من ها فرق میکنن، طرف برنامه نویس فقط تخصصش اینه که رفته چی بخونده، یه مثلا انتیتی فریم ورک رو خونده، یه ای اف کو رو خونده، یه برنامه‌نویسی رو خونده. در حالی که خود مدارک اس کیو سرور یه سری دی بی من حرفه‌ای داریم، خود دیتابیس رو ساپورت میکنه، از اصول دیتابیس سر در میاره. اون کسی میتونه متوجه بشه که مثلا خود من مدیر پروژه باشه، یعنی بتونه بفهمه که این ور دیتابیس هم چه خبره، این ور دیتابیس هم چه خبره. بعد میام پروژه رو مینویسم، پروژه یکی دو ماه اول خیلی خوب کار میکنه، پروژه میره زیر بار، آقا مثلا آقا هر صفحه‌شو میزنه خطا میده، تایم آف کورکشن میده، پیمان سرور بیزی میده، هم خودش میمونه و هم مردم بدبختی که دارن با این سایت کار میکنن. من نمیخوام اسمم از یه پروژه مشترک، همین اتفاق داره تو الان همین تو مجموعه ما داره میفته. یه سایتی رو پیاده سازی کرد، اصول رو رعایت نکنه، همه هی داره خطا میده، هی داره خطا میده، هی داره خطا میده. اصلا شما گویا ساعت 9 به 1 سایت میخوابه، یعنی اصلا کسی نمیتونه با این سایت کار کنه، خیلی اذیت میشن ها. تو فکر کن مردم و سازمان و اینا دیگه دارن با این پروژه کار میکنن، نه اینا سوءش هست. اگر ما قرار مثلا میخوام اینجا اشاره بهش بکنم، من اگه قرار ما 3 تا 4 تا مثلا ما الان خواهیم بود کوئری میزنیم بود دیتابیس، اگر شما یه کوئری رو دارید که با چند تا دیبه داره جوین میشه، حتما رو باید ویو کنید بذارید توی دیتابیس. و اگر استوپ پروسیجری رو دارید مینویسید، باید روی اون ویو بزنید. یا یه مباحث خیلی ساده دیتابیس، یه چیزی که مداره که مثلا دیتابیس اسکیل سرور رو داره میفهمه اینو، میگه آقا ویو یه کاربردی داره، اگه من میخوام یه داده حجمی رو واکشی کنم یا یه مثلا یه کوئری دارم که روی چند تا دیتابیس داره جوین میکنه، اینو باید برم چیکارش کنم، ویوش کنم. بعد که ویوش کردم حتما اینو باید اگر قرار پروژه من انترپرایز باشه، قرار پروژه من در آن لحظه مثلا 1 میلیون ترانزکشن به روی این اسکیل سرور بیاد، من میگم لینک جواب نمیده، لینک واسه این کار نوشته نشده، شما حتما با اینو با چی بنویسید؟ اسم پروسیجر بنویسید. آ لینک اومده میگه آقا یه سری جاها یک سری مثلا عملیات کرود کلی مثلا اینسرت و دیلیت و آپدیت و رید سبکی رو که داره روی تیبل هایی که داده زیادی روش نیست و فشار زیادی روش نیست، آره بگه با من بنویس. اما جاهایی که با من میدونم که مثلا در ثانیه میخواد 1 میلیون دکود درج بشه، بابا اگر من میان آخر توضیحاشون هم خیلی منطقی خیلی بچگونه است، بهش میگه که آقا بس میاد همشو با لینک مینویسه، میگم آقا تو اینو با لینک نوشته بس استوپ پروسه به چه دردی میخوره؟ میگه اصلا لازم نیست، استوپ پروسه منسوخ شده. میگم که اگر استوپ پروسه منسوخ شده، بس اسکیو سرور چرا گزینه استوپ پروسیجر رو داره با این همه قدرت تو خودش ساپورت میکنه و هر روز داره بهش امکانات اضافه میکنه؟ بابا اینا جای جداگانه، تو خدا وقتی برنامه نویسی میکنی به این نکات توجه داشته باشید، چون وقتی برنامه می نویسید میگه رو سرویس میشه حق و ناس، خیلی حق و ناس چیز خطرناکی ها. ببین میگه من هر چیز میگذرم اما از حق و ناس نمیگه. وقتی تو یه سایت می نویسی یه بدبختی میخواد باش کار کنه، یه پیغام خطا میده، هی عوض کارش را بیفته، کارش هی میگه خطا میده، هی میگه بیزیه، هی توی میده، مردم علاف میکنید،
این واقعا حق الناس هستش. خیلی باید برنامه نویس دقت کنه توی موضوعات و سوادشو نداری، سعی کن از یه سنیور بالاتر از خودت بپرسی، ببین یه پروژه تجاری خیلی بزرگ باید چطوری نوشته بشه. یک پروژه تجاری بزرگ باید توش هم از ایدو استفاده بشه، هم از لینک استفاده بشه، هم از انتیتی فریم ورک باید استفاده بشه، هم از استوپوزر استفاده بشه، هم دیتابیس اسکیو سرور باید توش داشته باشی، هم دیتابیس دستیک سرور و مونگو دی بی باید توش داشته باشی. همه اینا با هم ترکیب میشه یه پروژه بزرگ رو درست میکنه. نه چون من فقط لینک بلدم و فقط از اسکیو سرور مایگریشنش یاد گرفتم، من پروژه رو با هم مینویسم و پروژه رو مینویسم، قشنگ پروژه اول تحلیل اینا کار میکنه. پروژه میاد 6 ماه 7 ماه گذشته، دیتا پروش میشه توش روی روز ساعت های پیک کاری که داده ها میریزه. میگم دیگه، دوستم میگفت اصلا تو پروژه رجاق واقعا مجبور شدن فیدبک کنن روی ویدیو بازرشون، یا همون تو مجموعه نفت ما الان همین مشکل رو داریم. یه سایتی داریم ما پدر مادر بود، چون تو اصولی دیده نشده بابا، باید اناد به صورت اصولی توش دیده دیده بشه. یعنی یه جاهایی باید حتما از استوپوست استفاده کنی، حتما از ویوها استفاده کنی، از خود فانکشن هایی که داخل خود اسکیل هست. اگه اینا زیاده به درد نمیخوره خب پس بش کنم، مطمئن باید باشی کاربردی داره. میدونین شما خواهید دید ما پروژه‌ای که خواهیم نوشت اینطوری هستش. ممکنه بگید اصلا چطور ما میایم مثلا طراحی دیتابیس در خود دیتابیس سریع‌تر، ما میایم تیبل های خودمون رو تو دیتابیس طراحی میکنیم. وقتی دیتابیس ما طراحی کردیم، دیتابیس رو با اسکافولدینگ خود ایف کور وارد خود دات کور میکنیم. یعنی ما نمیایم یه کلاس ها رو بنویسیم. شما درست همه میگن شما برید در آموزش های ایرانی نگاه کنیم، میان چیکار میکنن؟ شروع میکنن قشنگ کلاس ها رو مینویسه، کلاس ها تمام شد میگه آقا اینا مایگریت کن، بعد مایگریشنش رو مینویسه، بعد دیتابیس آپدیت میکنه میاد میگه. نه این همش اشتباهه به نظر من. ما طراح دیتابیس باید دیتابیس کجا طراحی کنه؟ طراحی و دیتابیس خود دیتابیس طراحی کنه، ریلیشن ها اونجا درست کنه، استوپ پروسیجر هاش اونجا تولید کنه، بعد اینو بیاره تو خود تبدیل کنه به لینک تو خود پروژه ازش استفاده کنه. چون تجربهشو نداره طرف و چند آموزش واسنده، بابا اون آموزشا به خدا واسه آموزش آکادمیک هستش. پروژه های تجاری به این شکل و شمایلی که هست دیده نمیشه، نوشته نمیشه. اینو من فکر کنید لینک میتونه مثلا زیر این همه زنگ ساختارش اینجوری زیر این همه فشار نمیتونه جواب بده، یا انتیتی فریم نمیتونه. باید به اصولش بره. انتیتی فریم واسه کنه بس پروسه مثلا. اینو خواستم اشاره کنم، حتما طراح دیتابیس یه نفر خیلی حرفه‌ای باید باشه، به خیلی نکات ریس باید تر. اصلا گرونگاه سرعتی سامانهای ما میدونی چیه؟ این دیتابیسه. دیتابیس رو درست طراحی نکنی، بهترین برنامه نویس دنیا هم باشی، به مشکل برمیخوری. چون کوئری رو داره کجا اجرا میکنه؟ از اونجا داره داده رو میکشه دیگه. تو بهترین برنامه نویس ولی داده رو درست نمیتونه بکشه. به خاطر همین ما این دوره‌ای که دارم به شما اشاره میکنم، این دوره ما دوره مثلا دوره‌ای که دارم میخونم دوره پیشرفته این دات کور هستش. اما واقعا کسی بخواد یه پروژه تجاری بنویسه، دیتابیس پروژه رو باید یک کسی که مدارک مثلا اسکیو سرتیفیکیت اسکیو سرور رو داره طراحی کنه. پروژه باید تیمش جداگانه باشه. شما در تیم خود برنامه‌نویسا به جای خود، تیم توسعه دیتابیس و اینا، یه نفر تیم جداگانه باید دیتابیس رو نرمالسازی کنه، اصولش رو رعایت کنه. خیلی مهمه. همین مطالبی هم که میگم در رکوردهای 10-20 تا رکورد اصلا محسوس نیست. این بحثایی که من دارم به شما میگم وقتی هست که چطور میخوای تو این برنامه داده یک کشور رو بریزی. تو وقتی میخوای پروژه رو، من وقتی دارم بهتون بحث میکنم، وقتی هستش که روی پروژه شما همزمان مثلا یه 7000-8000 نفر آدم کار کنه، اون وقت میفهمید که من چرا میگم آقا مثلا چند تا جوین رو میخوای با هم بزنی، ویو بنویس. تو میخوای مثلا هی پشت سر هم اینسرت و دیگه تا آپدیت رو دیتا بیست قرار انجام بشه، استو پروسیجر بنویس. اینا یه بعد مباحث ریزا. یا مثلا میگه ما میخوای یه داده بزرگ واکشی کنی، حتما استو پروسیجر بنویس. چرا خواهیم خود؟ به خاطر مباحث امنیتش، به خاطر مباحث پرفورمنسش. بعد اینا با هم ترکیبی، یعنی هدف من از این نکته که دارم یه بحث طراحی تیبل، شما به تو آموزش ها میبینید اصلا طراحی تیبل رو دیگه اینطوری انجام نمیدن، میان طراحی تیبل کجا انجام میدن؟
یه کلاس می نویسه، مایگریتش میکنه، آپدیتش میکنه. چون همه آموزش‌ها رو من گفتم دیگه، من تقریبا همه آموزش اکثر فارسی که زمان دادن همه دارم، بهتون میدم نه رایگان، به خودتون نگاه کنید. اما با اونها بهتون بگم با این آموزش ها، این آموزش خود مدرسین هم میگه بابا اینها آشنایی است. شما این دارید این فیلم ها نگاه میکنید، آشنا بشید. نوشتن یک پروژه تجاری باید زیر نظر یک سنیوری که پروژه های تجاری بزرگ نوشته ترین بشید. ما خودمون هم زیر دست استاد کار کردیم، یاد گرفتیم. شما هم باید زیر نظر استاد چند تا پروژه بنویسید، استاد بهتون بگی که آقا اینجاشو مثلا اینطوری بنویسم، یه سینیوری سرتون باشه بابا اینجاش باید اینطوری نوشته بشه. بعد بعضی مقاومت میکنن، حتما توجیهشون کنه که بابا تو اگر میخوای 10 تا تیبل رو با هم جوین بکنی، من بهتون میگم به صورت 2 تا بیشتر تیبل رو میخواد جوین کنی، حتما جوینت رو تبدیل به ویو کنید، بذارید تو دیتابیس. بعد ویو رو بکشید بیارید یه برنامه خودتون. ممکنه بگید نه مشکلی نیست، من این تا برنامه نمیشم. آره تو داده یکم هیچ فرقی نمیکنه، بذار زیاد بشه داده، بذار بحثای همزمان سازی بیاد پیش. یا مثلا نگاه به طرف میگیم آقا پروژه رو سنکرون به چی بزنم، آسنکرون بنویس، بگه همزمان بنویس، حتما اویت باشه توی پروسه. میگه که من کار میکنه دیگه بابا. آره چه 10 تا 20 تا رکورد کار میکنه، زیاد بشه رکورد واقعا به مشکل برمیاد. بس اینو من بهتره کاستومر نیم در ایران چی باشه مثلا؟ این مرز مثلا به نظر خود من 30 یا 25 چیه؟ کافیه. فهمیدیم مثلا فامیگا خب یه مقدار چی هستش؟ ای اصولا واقعا بخواهی یه مقدار باید اینجا سریعه بکار بید. حرفای اولش رو صبر کنید، که جدا کننده هست. از آندرلاین هم استفاده نکنید، چون قبل هم میگفتیم از آندرلاین استفاده نکنید. باید اینطوری هر کلمه که جدا میشه حروف بزرگ و کوچکش رو چیکار کنید، بهتر این شکلی بنویسید. دیگه واقعا میخوام اصولی طراحی کنیم، این شکلی بنویسید. کاستومر فهم میگه خب من در این حد مثلا اگر من میخوام مثال یه فون بگیرم، بهتر فون از چی بگیرم؟ ثابت مگه تلفن تعداد کاراکترشون؟ مثلا میری کد بگیرم، نشنال بود یا ملی کد، ملی کد بهتره چی بگیرم تو دیتابیس؟ کرکتر 10 بگیرم بهتره، چون عدده، عددم انگلیسی شه دیگه. اینا این کرکتر نگیرید دیگه، کرکتر چیه و تعدادش همیشه 10 تاست. کد ملی 10 تا ورم نگیرید، چون ورگیرید دو بایت اضافه رو داره چیکار میکنید، از دست میدیم. بهتر کرکتر گرفته بشه. چرا؟ چون اول ثابته تعدادش، بعد توش قرار اعداد ذخیره بشه، اعداد انگلیسی هم دیگه، بهتره تا کرکتر گرفته بشه. ورم نگی که 2 بایت زیاد، چون من متقیه نیست سایزش. اما مثلا فون، فون ممکنه که موبایل بزنه، یکی ممکنه شماره حساب بگیریم پیشکد بزنه، یکی پیشکد نزنه. بهتره مثلا یه ور کرکتر مثلا 20 بگیریم کافیه، درسته؟ چرا؟ چون ثابت نیست و هم اعداده. این هم نذاشتم چون تو موبایل ما این نمی نویسیم که. یا مثلا آدرس، آدرس رو چی بگیم بهتره؟ یکی سری میان میگن آقا آدرس رو بگیم انور کرکتر مکس. آقا هر چقدر نه سرید، من بهتون توصیه میکنم این کار رو نکنید. هر چقدر دلش خواست نمیدونه بزنه، من پراسه نمیسی کنه، حتی اکثر یه سایز بهش بدید. مثلا آقا من 300 کرکتر بس، باید جا بده خودش، میتونه کوچه رو کامل میده یه کار کوچیکم بنویسه، درسته؟ اینا میبینه جا نمیشه، خودش مجبور میکنه چیکار کنه؟ نه دیگه بیا یه 100 کاراکتر بزنی هیچی نشه توش نمیش، اما یه حدی مثلا رعایت کن. بعد هر دیتابیس باید یه فیلد چی داشته باشه، کلیدی باشه. خب کلید دستگیر داشته باشه دیگه، ما نمیگیم مباحث پایه دیتابیس رو بگیم، خودتون برید تو اینترنت بخونید دیگه کلید دستگیر چی هست. حتی پایگاه داده پاس کرده رشتم کامپیوتر هست، یه فیلد کلیدی داره به نام کاستومر آیدی، من سیو میکنم، اسمش میشه زد فرق هست. حتما فیداتون باید حالت ایندکس داشته باشن، حتما باید گذرده های بهتون ایندکس بذارید، همینطوری نشه مثلا من میام ایندکس اینجا ایجاد کنم. حتما یک جلسه کامل رو من به بحث ایندکس ها اشاره میکنم، فقط اینجا بخوام یک گوریزی
بکنم و کامل ایندکس ها رو توضیح خواهند در کلاستر چیه، نان کلاستر چیه. خواهیم من اینجا چون دارم یه تیده پیبه میسازم، حتما مثلا من میدونم مطمئنه روی فامیلی جستجو خواهم داشت، حتما باید ایندکس روش باشه. فامیلی درسته؟ درست. یا یه اد میکنم دوباره، یا روی میری کد حتما باید چی باشه؟ جستجو هست دیگه، یعنی شما ممکن نیست روی میری کد جستجو نداشته باشید. خب و خودش هم حتما باید چی باشه؟ یونیک باشه. درست نه؟ آیکس ببینید به قدری ایندکس روی سرعت جستجوهاتون خب میاد، برای اینکه یه کلاس مینویسه تو توهم خودش دو تا فیلد مینویسه، اینطوری میزنه میزنه مایگریشن، مایگریشن ساخته میشه، میزنه اپدیت دیتابیس ساخته شد، پروژه رو میریسه میزنه زیر پا. پدر سرقاتی اگه روی فایل ایندکس نباشه بخواید جستجو روش انجام بدیم این چقدر طول میکشه؟ درسته باید اونجا هم دیده بشه اینا، یعنی میتونه توی این کمینا اونجا هم اضافه نمی کنه اینا رو، بعد میذاره پروژه میگه زیر پا، بعد میذاره مثلا یه جستجو کد میگه با یه چای باید بخوره بیاد میگه مثلا انجام بده. ولی رعایت کن دیگه، نه بیاد پی ایک در این پیشنهاده همه اینه که دیتابیس هاتون خود اسکریپت طراحی کنید. الان بهتونم یاد خواهم داد در جلسات بعدی با اسکافولد هایی که توی اسکریپت دات نت کور اضافه شده همینا پیش بینی شده. طرف ببین یه بحثی هم بستش حتما یه نکته، یعنی من خودم چندین بار به این موضوع برخوردم، یه سری آدم ها اصلا به پی اچ پی مثلا تعصب خاصی داره، میاد میگه آقا سی شارپ خیلی کنده، هر پروژه باش کار کنه. خیلی از اساتید خود دانشگاه ما هم به این انتقاد داشتم، بابا نه اینطوری نیست، هر زبانی مزیتا و معایب خودشو داره. تو ممکنه در پی اچ پی نوشتن یه برنامه خیلی ساده باشه، بحث تامین امنیتون دنیایی، اینجا میای پروژه رو می‌نویسی با دات نت، امنیتش مایکروسافت داره تامین میکنه، بعد اصولی نمیاد پیاده، یه مثلا یه چند تا برنامه می‌نویسه آماتور، رفتن دو تا پروژه نوشتن با سی شارپ، نه تو پروژه خوبی بنویسن، بعد میگه سی شارپ نه اونده مثلا به درد نمیخوره. آخه تو با اصول برنامه‌نویسی سی شارپ کجا آموزش دیدی استاد من؟ تو دوره دات نت دیولپر گذروندی یا دوره سرتیفیکیت بین‌المللی سی شارپ رو داری؟ رفتی دو تا سی دی آموزشی از اینترنت پیدا کردی خوندی، بعد اینا رو خوندی، بعد اون نوشتی با داده های خودت و با توهم فانتزی خودت یه پروژه نوشتی، بعد میگی سی شارپ کار نمیکنه. بابا اینا باید اصولی آموزش ببینی، ترن ببینی، هر زبانی قدرت خودشو داره. اگه اینطوری بود این همه سایت های خیلی بزرگ دنیا و مطرح دنیا الان با سی شارپ نوشته نمیشد. نه همش بحث داره ها، هدف من اینه که میخوام اون ذهنتون رو بیدار کنم که برید تحقیق کنه. قبل اینکه پروژه تجاری بنویسید من توصیه هم اینه، شما هیچ مثلا ببینید میان یه سری قرارداد میبندن تو اطلاع نداری که از حجم پروژه، میگه اول یه رقمی به پروژه میده که اصلا آدم خندش میگه، یعنی پروژه رو با این رقم میشه نوش خندگان، مثلا یه پروژه مثلا 150 میلیونی رو رفته قیمت داده من 5 میلیون مینویسم، بابا اون پروژه 5 میلیونی این پروژه زیر ساختاش امنیتش تامینش طراحیش وقت میبره، تو میگی که بهش 5 میلیون میدی اول باعث میشه اسم برنامه‌نویسه بعد در میره. به خصوص چرا مثلا الان مد شده پروژه های خیلی بزرگ رو به شهرستان ها یا استان ها نمیده؟ با همین موضوع دیگه، میاد یه پروژه رو میده برنامه‌نویس شرکت بیکار کار نداره دست خودش میاد یه رقمی میده، پروژه مثلا تهران میاد میبینه بابا امنیت این طراحی مثلا یه تیمی میخواد دیتابیس رو طراحی کنه، یه تیمی یو آی رو طراحی کنه، یه تیمی بیزینس اینو طراحی کنه، یه تیمی مثلا این تا تیم عضو داره دیگه مثلا مهندس نرم افزارش رو کار کنه، اینا همش جداگانه نفر میاد حساب کتاب میکنه میبینه با این شرایط مثلا یه 15 نفر باید این پروژه وقت بذاره، رقم که میده مثلا میاد میگه آقا پروژه 200 میلیون قیمتشه، خب میبینی از شهرستان یه شرکتی مثلا خودش هم به خود اولین بارش اصلا با پروژه مینویسه میاد یه قیمت 20 میلیونی واسه پروژه میده، اینا هم فکر میکنن آره دیگه خوب شد پروژه رو باید میدن، میدن به چی؟ این پروژه های استانی، خب پروژه هم میدن استانی، بعد میگن استان هم بعد پروژه نوشته میشه کار میکنه دیگه، یکی دو ماه اول هیچ مشکل ده ده ها دارم میگم پروژه نوشته میشه، یکی دو ماه اول خوب کار میکنه، یکی دو ماه دیگه آه پروژه وای میسه، بعد این بعدیش میدین چی میشه؟ این باعث میشه که به شرکت های استانی هیچ کس اعتماد نکنه، یه موزه یه تو کشور ما اینه،
چرا همه پروژه متمرکز در تهران شده؟ نه، هیچ اداره، هیچ مسئول فاوایی، هیچ دوست نداره با تهران ارتباط باشه، اما چاره نداریم. اینجا میان این کارو میکنن، بد میشه. اما به خدا من خودم خیلی مشکلات خودم از بچه های مثلا تو تهران اصلا خیلی از سنیور ها بلد نیستن، زنگ میزنیم مثلا میبینی از شهرستان ها میپرسیم، ولی اتفاق میفته مثلا خیلی آدم های باسواد الان ایران توی مراکز استان ها تو شهرستان ها هستن، تو تهران نیستن. خب اما این اعتقاد شده که همه پروژه خوب تو تهران نوشته میشه، این یه مشکلی هستش. خب حتما به این بحث ایندکسینگ اینا دقت کنید. خب خواسته نباشه، یه تیبل خیلی ساده رو خواستم من تقریر کنم، سرتون خیلی درد آوردم، اما واقعا لازم بود اینا رو بگم که در پروژه های بزرگ داستان این نیست رینک فقط تنها باشه یا ایف کو تنها باشه یا بس دیتابیس اصلا دیگه به درد نمیخوره. اینایی که میگن همشون از بیسوادی هستش، همه کدوم از اینا واسه خودشون جایگاه داره. من هیچ وقت نمیگم یه پروژه، اول اصلا تو یه پروژه بدون رینک بنویسی ارزش نداره، بدون ایف کو بنویسی ارزش نداره، هر پروژه بدون استوپرسر هم بنویسی ارزش نداره. اینا با هم دست به دست هم میده یه پروژه بزرگ نوشته میشه. و یه خواهشی هم دارم، حتما یکی دوتا پروژه زیر دست اساتید بنویسید. اون اصول ببین، تنها با فیلم و اینا نمیشه، باید عملی کار کنید. یه چند تا پروژه عملی توش تیم کار کنید، اما مسئولیت محدودیتون داشته باشید، آروم آروم بیاید بالا. یه شب آدم نمیتونه برنامه صرفه‌ای بشه و هر کسی هم اینو میگه اشتباه میکنه. مثلا تبلیغات میگن آقا شما در این مثلا در 60 ساعت یه برنامه صرفه‌ای بشید، امکان نداره که هست. در باید 3 تا پروژه 4 تا پروژه زیر دست چند تا سنیور خوب بنویسه، یاد بگیره، آره بعدش میتونیم پروژه بزنیم.